سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما رو دارین از کانال کریپتوفانده در یوتیوب تماشا میکنید امیدوارم تا اینجا از ویدیوهایی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم میبینید و همونطور که میدونید تمام ویدیو ما در یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه و بعد از مدتی در آپارات در سایر شبکه های اجتماعی ما هم میتونید از آخرین اخبار اطلاعات پیرامون کریپتوکارنسی و بلاکچین مطلع بشید حتما حتما صفحه اینستاگرام ما رو دنبال کنید آدرسش میتونید از سایتمون سروتیار دات کام ببینید این ویدیو 94 و اگر میخواین از ما حمایت کنید بهترین راه حمایت حمایت معنویه با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون معرفی ما به سایر علاقمندان کریپتوکارنسی کمک میکنید تا شبکه ما هم گسترده بشه توی این ویدیو میخوام در خصوص تفاوت بین طرحهای ریفرال و افیلیت با هم صحبت بکنیم مواردی که این تو این بازار بسیار بسیار زیاده یکی از ابزارهای مربوط به بازاریابی و بعضا افرادی از این روش دارن کسب درآمد میکنن شما هم میتونید از این روش استفاده کنید برای کسب درآمد اگر به این موضوع علاقمند هستی که بتونی از بازار کریپتوکارنسی درآمد کسب کنی ادامه ویدیو رو با ما دنبال کن موضوع سلب مسئولیت هست این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره و اگر میخواید تو مقاصد تجاری استفاده کنید ریسک معامله گری و هر گونه معامله و سرمایه گذاری تو این حوزه بر عهده خود معامله و از این محل هیچ مسئولیت بر عهده ما نیست در خصوص نحوه استفاده از ویدیوهای کانال ما هم یک ویدیو جداگانه تهیه شده که بتونید پرفرمنس بهتری از ویدیوها کسب بکنید در گذشته من یه ویدیویی در خصوص کسب درآمد بر پای رمزارزها تهیه کردم که روش های مختلفی که امکان داره یک سرمایه گذار یا یک علاقمند به حوزه کریپتوکارنسی بتونه درآمد کسب بکنه رو توی اون مفصل توضیح دادم اگر اون ویدیو رو ندیدین این بالا براتون کارت میکنم بعد از این ویدیو حتما به اون هم مراجعه کنید چون از این قابلیت ها میتونید با هم تو امن استفاده بفرمایید توی این ویدیو میخوام در خصوص تفاوت بین دوتا تا تر افیلیت و ریفرال با هم صحبت بکنیم مزایای این ترها برای سرمایه گذار و سرمایه پذیر یعنی هر دو طرف اگر شما به عنوان کسی هستین که میخواین سرمایه گذاری بکنید یا کسی هستین به عنوان سرمایه پذیر وبسایتی هستین که میخواین این خدمات بدین از دیدگاه این دوتا هم بررسی میشه و نحوه شناسایی این طرحها از طریق یوارلشون رو برای شما توضیح میدم تفاوت بین طرح‌های افیلییت و ریفرال به این صورته که تو طرح افیلیت شما توی یه برنامه همکاری با یه شرکت یه ترت پارتی یه شرکت سالسی دارید که اونها میان از ظرفیتی که روی پلتفرم خودشون دارن استفاده میکنن تا شما هم مثلا تعداد مشت... تا شما هم بیشتر دیده بشین تعداد مشتریتون بره بالا مثال اینستاگرامیش چیه همین اینفلوئنسرها هستن که صفحات بزرگی دارن فالوورهای زیادی دارن بعضا شروع میکنن به تبلیغات محصولات حالا مرتبط یا نامرتبط با صفحه اینستاگرامشون خب به چه صورتیه یک شرکتی میاد یک، یا یه پیجی میاد به اینا یه سفارشی میده اینا لینک میذارن و این کار انجام میشه دقیقاً تو کریپتوکارنسی هم همینجوریه یک لوگو یه آدرسه یا اصلا از ظرفیت بانک اطلاعاتی مشتریانش که داره استفاده میکنه میگه مثلا یه همچین قابلیتی هست به شما مثلا 10 در درصد تخفیف میده 3 درصد تخفیف میده اینا برنامه های افیلیت 105 تا از این بهترین برنامه های 2020 رو بیست من براتون در خصوص در زیر پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب اشتراک میذارم حتما ازش استفاده بکنید شاید شما هم بتونید گین خوبی ببرید با این روشه شما دیگه خیلی خودتون رو درگیر سرمایه گذاری نمیکنید بلکه از ظرفیت های موجود روی پلتفرم زنجیره بلوک دارین استفاده میکنید موضوع بعدی بحث ریفراله پس اولیه جنس جنس شرکتی بود بی تو بی بود بیزینس تو بیزینس بود اما توی دومی بیزینس تو کاستومر یا کانسیومر هست به این صورت که تو ریفراله شما میاد از ظرفیت شما استفاده میکنه از شبکه دوستان شما استفاده میکنه تا کارشو گسترده کنه بتونه آدم های بیشتری رو درگیر پروژه خودش بکنه به اونها بیشتر معرفی بکنه میاد چیکار میکنه در این تر تمرکز به اینه که مشتریان فعلی یعنی کسی که وارد این سایت میشه اقدام بکنه به معرفی مشتری های جدید که بیایم مثلا عضو این بشی. بابت هر کسی که اضافه میشه یک کامیسیونی به اون فردی که این آدم اضافه کرده به زنجیره گرفته میشه خب طرحهای کلاهبرداری تو این حوزه هم زیاده و حواستون باشه که مرز بین این افیلیت تو طرحهای سالم و کلاهبرداری مثل مو باریکه اعتبارتون رو به خاطر حالا مثلا یه درآمدی که از این تو میتونید داشته باشین زیر سوال نبرید و خب حالا بعضا با این نمونه های کلاهبرداریش آشنا هستن که در یه مجموعه برداری که من تهیه کردم کامل اونجا توضیح دادم که شما میتونید از اون استفاده لازم رو ببرید خب بریم جلوتر ببینید تفاوت بین این ریفرال مارکتینگ با افیلیت مارکتینگ به این صورته که توی ریفرال اون مشتری احراز هویت میشه یعنی اون کسی که میاد بر اساس یک کد یک کدی رو باید وارد کنین یا بر اساس یه لینکی داره وارد میشه ولی توی افیلیت مارکتینگ اینجوری نیست هر کسی که بیاد روی اون وبسایت اون کلیک کنه رو اون لوگوه وارد میشه و از این قابلیت نهایت استفاده رو میبره توی ریفرال مارکتینگ از اون شبکه دوستان شبکه اجتماعی اون آدمه اون ظرفیت اجتماعی که اون آدم داره استفاده میشه تا بتونه طرحش رو بیشتر معرفی کنه خب ببینید توی مارکتینگ هم واقعیتش اینه که اون ارتباط فیس تو فیسی که ایجاد میشه مثلا شما رفتین از خدمات یک استخری استفاده کردید اون استخره خیلی هم مثلا شما همه چیز اوکی بودین عالی هم بوده اینو به دوستای هم توصیه میکنین یا میرین سینما یه فیلمی میبینید میاین به بقیه دوستاتون هم توصیه میکنید این فیلم خیلی خوب بود من رفتم دیدم تو این ژانر هست و میتونید مثلا خیلی ازش لذت ببرید خب این تصویری که برای مشتری نهایی کانسیومر یا مشتری های میانی میسازه به عنوان کاستومر بسیار بسیار اثر بخشتر از آگهی هایی که در خونه ها انداخته میشه یا تو تلویزیون و روزنامه ها یا حتی تو این شبکه های اجتماعی پخش میشه بحث این هستش که توی ریفرال ها و افیلیت ها یه مقداری مارکت ریزتر میشه تو ریفرال ها میاد ریستر ریزدانگیش میره به آدم هایی که در نهایت میخوان استفاده این سرویس رو ببرن به عنوان کانسیومر دیده میشه ولی تو افیلیت میاد تو کاستومر میمونه تو بیزینسه میمونه چرا چون اون بازم میتونه توضیح بکنه به مصرف کننده نهایی و کنترلی که روی ریفرال ها وجود داره خیلی خیلی ساده تا اینکه روی افیلیت ها اگه شما به عنوان یک سرمایه پذیر هستین یه وبسایتی هستین که میخواین سرمایه آدم ها رو بپذیرید بابت اینکه مثلا خدمات اکسچنج ارائه بکنید از طریق ریفرال شما خیلی راحت تر میتونید مسیر توزیع و جذب مشتریتون رو ببینید تا از طریق این لینک هایی که تو سایت های مختلف گذاشته میشه نحوه شناسه این طرح ها هم به این صورته که یک کدی همونطور که میبینیم مثلا اینجا یه ریف به معنی ریفرال علامت سوال مساوی یک دو سه این کاملا یک کد فرضی هست با آدرسی که مثلا مربوط به دامین تریپل A هست این هر جا که همچین چیزی وجود داشت شما بدونید که یه کد ریفراله و کسی که شما رو معرفی کرده بدیهیه که از این هم استفاده میکنه در نظر داشته باشین بازم تاکید میکنم که یه موقعی فقط به خاطر چند تا کوینی که به دست میارین یا مثلا یه مبلغ دلاری که به دست میارین بقیه رو به درد سر نندازین اینجا آبروی شما هست که در خطر هست و ریسکی که شما میپذیرید دقت داشته باشین که اگرم میخواین معرفی کنید از منابع معتبر استفاده کنید بازم به این مسئله اشاره کنم این یک روش درآمدی جدیدی هستش که میتونید رو پلتفرم زنجیره بلوک داشته باشین من در خصوص این روش های درآمدی قبلا یه مجموعه ویدیو ساختم و اون ویدیو ها کامل توضیح داده شده که به غیر از رو همه اونا کانسپت ریفرال داره استفاده میشه که ابتدای این ویدیو هم بهش اشاره کردم و خب در قالب لوگو هم همینطور میبینید تو صفحات مختلف مرتبط با حوزه کریپتوکارنسی سایت که مختلف که وارد میشین میبینید که یه چیزی وجود داره یه مثلا یه لوگوی وجود داره که مثلا داره میگه اینجا اگه کلیک بکنی 10 درصد هم تخفیف داری ازش میتونی استفاده بکنی در نظر داشته باشید که خب به حال اینها مواردیه که توی حوزه کریپتوکارنسی وجود داره اما در این بین کلی هم تاکید کردم که بحث کلاوبرداری وجود داره مثلا یه سایتی بود به نام پای نتورک که من قبلا این در مورد این صحبت کرده بودم این والا کار میکنم اینا نوع تعاملشون با مشتری طوریه که خیلی ساده شما میتونید تشخیص بدین که این ترها طرحهای کلاهبرداریه من در مجموعه ویدیوهای کلاهبرداری اینو کامل توضیح دادم فاکتورا رو گفتم که شما دقت داشته باشین که مبادا به راحتی بتونن سرتون کلاه بذارن منابع مالیتون رو به اسم کریپتوکارنسی از جیبتون در بیارن و در نهایت رپورتارش آگهی‌ها هستش که در مورد یک موضوعی اومدن کامل توضیح دادن از نظر فنی کامل دیدن و در نهایت میگن مثلا بیان مزایای دکس همون دیسنترالایز اکسچنج ها رو توضیح میدن و در نهایتش میان میگن که اگر میخوای توی این حوزه فعالیت بکنی میتونی یا از این خدمات دیسنترالایز مثل یونی سوایپ استفاده بکنی بیا مثلا روی این لینک یونی سوایپ کلیک بکن و وارد بشو اون لینک هم خب قاعدتا از طرحهای ریفرال استفاده شده امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین با لایک و کامنت و طرح سوالاتتون نتیجه کاربری و تجربه خودتون در این حوزه میتونید به ما کمک بکنید با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه های اجتماعیش ارسالش برای دوستاتون معرفی کانال ما به اونها کمک میکنید تا شبکه ما هم گسترده بشه اگر میخواین حمایت مادی بکنید از لینک زرین پال یا آدرس کیف پول اتریوم که در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب اشتراک میذارم میتونید استفاده کنید اگر تا الان عضو کانال ما نشدین و علاقمند به حوزه کریپتوکارنسی هستین یا این ویدیو اولین ویدیویی که شما با ما مواجه شدین پیشنهاد میکنم روی این لوگو کلیک بکنید دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که ما به لحظه به اشتراک میذاریم زودتر از بقیه و از طریق یک ایمیل خودکار مطلع بشید دو تا ویدیو مرتبط با موضوع هم برای این پایین کارت میکنم تا زنجیر دانشتون کامل بشه ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار